نشاندن تن شیطان چنان دین محمد را به کام خود بیالودن که گویی حضرت حجت زینان میبرد فرمان. شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 9 سپتامبر 2022 میلادی برابر است با 18 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر خبر درگذشت ملکه بریتانیا سکوت اختیار کرده و از دادن هر نوع پیام تسلیت در این زمینه خودداری می کند. اعضای مجلس خبرگان رهبری برخلاف دوره‌های اخیر در پایان دهمین اجلاس رسمی خود در روز پنجشنبه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار نکردند. پدر و مادر بهنام موسیوند که در پی وخامت وضعیت جسمانی این کنشگر مدنی زندانی مقابل زندان رجایی شهر تحسن کردند، تهدید به بازداشت شدند. در آستانه برگزاری مراسم مذهبی اربعین، تمام مرزهای ایران و عراق به دلیل ترافیک، گرما و ازدحام زبار در مهران و شلمچه بسته شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران افزایش یافتن قیمت تخم مرغ را تا پایان شهریور در ایران قطعی دانست. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که یک فرد و 4 نهاد مرتبط با همکاری‌های نظامی اخیر ایران با روسیه را در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت در صورت به نتیجه نرسیدن توافق برجام، دولت بایدن گزینه‌های دیگری دارد. رئیس موساد به مقامات آمریکایی هشدار داد که کشورش تا زمانی که ایران به فریب دنیا در خصوص برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، ساکت نخواهد نشست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از بازداشت یک عضو ارشد داعش در ترکیه خبر داد. مرد مسلحی که هنگام رانندگی در اطراف شهر منفیس و تیراندازی به سمت مردم از خودش ویدیوی زنده پخش می‌کرد، بعد از تصادف با خودرویی که سرقت کرده بود دستگیر شد. مجلس عالی خلق کره شمالی روز پنجشنبه قانون جدیدی را تصویب کرد که موارد استفاده از جنگ‌افزار هسته‌ای از توی این کشور را از جمله در چارچوب حملات پیشگیرانه تبیین کرد. دولت کانادا با پذیرش 1000 پناهجوی افغان که یک سال گذشته را بعد از فرار از افغانستان در اردوگاهی در امارات متحده عربی اسکان داشتند موافقت کرده است. و به گفته وکلای ایلان ماسک، شرکت توییتر به افشاگری که از مشکلات عملیاتی در پلتفرم این رسانه اجتماعی سخن به میان آورده بود، 7 میلیون دلار حق سکوت پرداخت کرده است. بینندگان عزیز، لحظات دیگر با مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان خواهم بود. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم.
دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر خبر درگذشت ملکه بریتانیا سکوت اختیار کرده و از دادن هر نوع پیام تسلیت یا حتی اظهار نظری در این زمینه خودداری می کند. اقدامی که خلاف نزاکت سیاسی و عرف بین الملل است. شاهزاده رضا پهلوی اما در پیامی درگذشت ملکه الیزابت را تسلیت گفت. مقامات بلندپایه کشورهای منطقه از جمله رئیس جمهوری ترکیه، پادشاه و ولیعهد عربستان و همچنین رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق هم در پیام‌های جداگانه درگذشت ملکه الیزابت دوم را تسلیت گفتند. دولت مردان عراقی از ملکه فقید بریتانیا با عنوان نماد بزرگ تاریخ که با ثبات و عزت به تاریخ خدمت کرد یاد کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در پیام تسلیتی خطاب به چارلز سوم پادشاه جدید بریتانیا گفت الیزابت دوم برای چندین دهه به حق از عشق و احترام مردمان خود و همچنین قدرت در صحنه جهانی برخوردار بود. برای شما در برابر این ضایعه سنگین و جبران ناپذیر شجاعت و استقامت آرزو دارم. همچنین سفارت روسیه در کانادا هم امروز جمعه اعلام کرد در سوگواری برای ملکه الیزابت دوم به مردم کانادا پیوسته و پرچم ملی این کشور را به حالت نیمه افراشته در می آورد. به دنبال درگذشت ملکه بریتانیا و سکوت تهران در قبال آن، برخی تحلیلگران این رویکرد جمهوری اسلامی را خارج از نزاکت سیاسی و عرف بین الملل خواندند، اقدامی که میتواند هزینه زا و دارای پیامدهای دیپلماتیک برای منافع ایران باشد. اعضای مجلس خبرگان رهبری برخلاف دوره‌های اخیر در پایان دهمین اجلاس رسمی خود در روز پنجشنبه 17 شهریور ماه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار نکردند. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است. نشست خبرگان رهبری امسال با بحث‌ها درباره موروثی شدن رهبری و جانشینی مجتبی خامنه‌ای همزمان شد. پیش از آن هم غیبت حدود 30 عضو مجلس در نشست افتتاحیه خبرساز شده بود. در برنامه دهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که پیش از برگزاری این اجلاس در رسانه‌ها منتشر شد، اعلام شده بود که اعضای این مجلس صبح 17 شهریور ماه بعد از حضور در مقبره روح الله خمینی به دیدار رهبری می‌روند. با این حال این دیدار برگزار نشد و توضیحی هم درباره چرایی برگزار نشدن آن منتشر نشده است. پدر و مادر بهنام موسیوند که در پی وخامت وضعیت جسمانی این کنشگر مدنی زندانی و در اعتراض به خودداری مسئولان زندان از درمان او مقابل زندان رجای شهر تحصن کردند، تهدید به بازداشت شدند. خواهر آقای موسیوند روز پنجشنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر گفت به دستور مسئولین زندان تعدادی از مأمورین کلانتری برای بازداشت پدر و مادر اقدام کردند که با مقاومت خانواده مواجه شدند. در همین حال ویدیویی از پدر و مادر آقای موسیوند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در حالی که مقابل زندان رجای شهر ایستاده‌اند از بی‌توجهی مسئولان زندان به وضعیت فرزندشان و عدم توجه به نامه دادستان در این باره معترضند. پدر آقای موسیوند هم در این ویدیو تنها جرم پسر خود را کنشگری مدنی عنوان می کند و می گوید که چرا پسرش که مرتکب اختلاس، قتل و دزدی نشده باید در چنین شرایطی به سر ببرد. در همین حال کمپین حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ضمن اعلام هشدار درباره به خطر افتادن جان بهنام موسیوند و ابراز نگرانی جدی درباره تکرار یک جنایت عمدی دیگر در زندان‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بهنام موسیوند و مهیا کردن شرایط درمانی برای این فعال سیاسی شد. در آستانه برگزاری مراسم مذهبی اربعین، تمام مرزهای ایران و عراق به دلیل ترافیک، گرما و ازدحام زبار در مهران و شرمشهر بسته شد. جانشین پلیس راهبر انتظامی ایران گفت وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به مرزهای مهران و شرمشهر سنگین است و از مردم خواست با توجه به مصوبه ستاد مرکزی اربعین از حرکت به سمت مرزها خودداری کنند.
طی چند روز گذشته تبلیغات گسترده حکومت جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم 40 در عراق از حذف ویزا گرفته تا تسهیلات وام 5 میلیون تومانی برای زوار با قابلیت دریافت 100% و بدون ضامن باعث شد که هزاران تن برای شرکت در مراسم به سمت عراق حرکت کنند، اما آنها با مشکلات عمده ای از جمله گرمازدگی، ترافیک و سرگردانی در مرزها روبرو شدند. مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی 40 جمعه 18 شهریور ماه از بسته شدن همه مرزهای منتهی به عراق خبر داد و گفت که صدور گذرنامه های ویژه 40 متوقف می شود. به گفته میرحمدی این تصمیم بعد از وقوع حوادث نگران کننده ای که در مرزهای شرمچه و مهران و خطرات جدی که برای امنیت و سلامت زائران به وجود آمد گرفته شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران افزایش یافتن قیمت تخم و مرغ را تا پایان شهریور در ایران قطعی دانست. ناصر نبی‌پور روز جمعه 18 شهریور ماه به خبرگزاری ایلنا گفت مرغداران مدت هاست که در حال ضرر کردن هستند. به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران، مرغداران دست کم 13 تا 15 هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم از جیب خود هزینه می کنند. نبی پور به وعده دولت برای اصلاح قیمت ها در پایان شهریور اشاره کرد و گفت آقایان همواره می گویند که تا آخر شهریور تحمل کنید تا در قیمت ها اصلاحاتی صورت بگیرد. به گفته او قیمت تمام شده یک کیلوگرم تخم مرغ در حال حاضر 48 هزار تومان است که حتی اگر با 10% افزایش قیمت همراه باشد به رقمی افزون بر 50 هزار تومان می رسد. با گران شدن قیمت گوشت، مرغ و سایر فرآورده های پروتئینی در ایران، خانواده های بسیاری تخم مرغ را به تنهایی جایگزین مواد پروتئینی مورد نیاز خود کردند. اما به گفته نبی پور علاوه بر وعده دولت برای افزایش قیمت در پایان شهریور، با سرد شدن هوا و بازگشایی مدارس هم مطابق روال سالهای گذشته قیمت تخم مرغ افزایش خواهد یافت. بیرانگان اشمان دلیل لحظه توجه شما را به پنج پایه بازرگانی جلب میکنم. سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. هالووین امسال با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر با قیمت استثنایی 1890 دلار. تلفن 818-758-2626 amirytravel.com. مهمونای من همیشه بوی معطر و رنگ غذاهای مخصوص منو تحسین میکنن، ولی نمیدونن راز تمام اینها فقط در رب گوجه فرنگی آرارات هست. رب گوجه فرنگی آرارات، خوشتم و معطر، سالم و با کیفیت، بدون مواد افزودنی، رنگ قرمز روشن و تهیه شده در ارمنستان. به غیر از رب گوجه فرنگی آرارات، محصولات غذایی فراوان دیگری رو هم میتونین از مغازه ها تهیه کنین، مثل خوراک بادمجان، خاویار، فلفل قرمز، انواع و اقسام کمپوتا. پس انتخاب شما از این پس میشه محصولات خوراکی آرارات، چون همیشه میمونه باهات. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و
کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. آیا از دردهای استخوانی رنج میبرید؟ کمپانی مانترا مورد تاییدیه کمپانی‌های بزرگ بیمه لوازم طبی همچون زانوبند، مچبند، کمربند، قوزبند، ساپورت گردن، شانه و آرنج، والکر، اسا و صدها لوازم دیگر را برای شما فراهم می‌نماید. برای به دست آوردن لوازم مورد نیاز خود تحت پوشش بیمه، تاییدیه پزشک متخصص و دلیوری رایگان با مانترا مدیکال سوپلای تماس حاصل فرمایید. 747-230-5929. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که یک فرد و 4 نهاد مرتبط با همکاری های نظامی اخیر ایران با روسیه را در فهرست تحریم های ایالات متحده قرار داده است. فردی که در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده از اون نام برده شده، رحمت الله حیدری، مدیر عامل شرکت بهارستان کیش و یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت هوایی است. در میان تحریم شدگان اما نام 3 نهاد هم دیده می شود. فرودگاه سفیران در تهران به دلیل انجام و هماهنگی پروازهای نظامی بین ایران و روسیه و پروازهایی که منجر به ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه جهت استفاده در اوکراین بوده است، شرکت بهارستان کیش به دلیل انجام تحقیقات و توسعه برنامه پهپادی جمهوری اسلامی و ساخت پهپادهای ارسالی به روسیه و همچنین شرکت پرابر که ارتباط نزدیکی با دانشگاه امام حسین دارد، به دلیل ساخت و تهیه موتورهای پهپادی مورد تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا امروز جمعه وزارت اطلاعات ایران را در رابطه با حمله سایبری ماه جولای جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد. این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت خود همچنین گفت که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران هم به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه هنوز در مذاکرات احیای برجام شکاف‌هایی وجود دارد گفت در صورت به نتیجه نرسیدن این توافق دولت بایدن برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گزینه‌های دیگری دارد. کربی روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه بایدن همچنان متحد به یک مسیر دیپلماتیک رو به جلو در مورد ایران است گفت ما هنوز در رفت و برگشت در مورد توافق هسته‌ای هستیم و هنوز شکاف‌هایی وجود دارد. کربی افزود ما به اندازه قبل به توافق با ایران نزدیک نیستیم. بایدن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اگر نتوانیم با ایران به توافق برسیم، ما گزینه‌های در دسترس دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت تسلیحات هسته‌ای داریم. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید خاطر نشان کرد که آمریکا به تلاش برای احیای برجام ادامه خواهد داد اما صبرش ابدی نیست. از سوی دیگر میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان سنا گفت دولت جو بایدن سعی می‌کند مانند دولت اوباما نظارت کنگره بر توافق اتمی با ایران را کم اثر کند اما جمهوری‌خواهان جلوی حرکت دولت بایدن را خواهند گرفت. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با ابراز تأسف از اینکه ایران از فرصت تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده نکرده اعلام کرد که کشورش با شرکای خود درباره نحوه پاسخگویی به جمهوری اسلامی ببخشید در آستانه نشست پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رایزنی خواهد کرد. با این حال حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای چینی خود تاکید کرد که آمریکا باید از کاربرد ادبیات ابهام در متن توافق احتمالی فاصله بگیرد تا توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد به مقامات آمریکایی هشدار داد که کشورش تا زمانی که ایران به فریب دنیا در خصوص برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد ساکت نخواهد نشست. داوید بارنئا که به ایالات متحده سفر کرده به نوشته رسانه‌های اسرائیلی در جریان ملاقات با مسئولان آمریکایی اطلاعات حساسی را در خصوص ایران در اختیار آنها قرار داده است.
خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که پلیس این کشور بشار خطاب غزل السومیدی از سران گروه داعش را دستگیر کرده است. اردوغان روز پنجشنبه در بازگشت از سفر خود به بالکان به خبرنگاران گفت که این عضو ارشد دولت اسلامی داعش با اسم رمز ابوزید در عملیات پلیس و سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شد. به افزود ابوزید بعد از بازجویی توسط ماموران امنیتی به مقامات قضایی ترکیه تحویل داده شد. پلیس منفیس بامداد روز پنجشنبه اعلام کرد مرد مسلحی که هنگام رانندگی در اطراف شهر و تیراندازی به سمت مردم از خودش ویدیوی زنده پخش می‌کرد بعد از تصادف با خودرویی که سرقت کرده بود دستگیر شد. مظنون در این تیراندازی ظاهراً بی هدف 4 تن را کشت و 3 تن را زخمی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس این حمله وحشیانه که حدود 1 ساعت طول کشید پلیس را مجبور به بستن خیابان‌ها و اعلام هشدار به مردم برای پناه بردن در اماکن امن کرد. رئیس پلیس منفیس گفت که پیش از دستگیری مظنون به نام ازیکل کرلی در روز چهارشنبه دست کم 2 سرقت خودرو و 7 تیراندازی گزارش شده بود. اسناد دادگاه نشان می‌دهند که ازیکل کرلی 19 ساله که به خاطر ضرب و شتم شدید دستگیر شده بود چند ماه پیش زودتر از موعد از زندان آزاد شده بود. انتشار این خبر در یک کنفرانس خبری باعث ایجاد یک ناسازگاری بین شهردار و دادستان ارشد شهرستان در مقابل دوربین ها شد. جیم استرکلند شهردار منفیس در حالی که مشت خود را محکم روی تریبون میکوبید گفت با این وضع نمیتوان زندگی کرد و غیر قابل قبول است. اگر آقای کلی محکومیت 3 ساله خود را تکمیل میکرد امروز هنوز باید در زندان میبود و 4 تن از همشهریان ما هنوز زنده بودند. مجلس عالی خلق کره شمالی روز پنجشنبه قانون جدیدی را تصویب کرد که موارد استفاده از جنگ افزار هسته‌ای از توی این کشور را از جمله در چارچوب حملات پیشگیرانه تبیین کرد. در این قانون کاربرد سلاح اتمی در صورت روبرو شدن کره شمالی با خطر قریب الوقوع هسته‌ای مد نظر قرار گرفته است. قانون جدید تاکید دارد که حمله به سامانه فرماندهی و کنترل قوای ملی هسته‌ای از سوی نیروهای متخاصم سریعاً و خود به خود به حمله هسته‌ای از سوی کره شمالی منجر خواهد شد. قانون این را هم افزوده است که تهدید علیه رهبری ملت یا موجودیت کره شمالی یا موارد دیگر به کره شمالی اجازه می‌دهد که از سلاح هسته‌ای استفاده کند. بند دیگری از قانون پیش بینی کرده که در صورت وقوع جنگ کره شمالی با هدف دست بالا داشتن در برابر دشمنی که با آن در جنگ است در صورت صلاح دید نسبت به شرایط زمانی وقت از جنگ افزار هسته‌ای استفاده کند. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288.
وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مانیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان‌های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مانیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. با زبان گیاهان آشنا شوید. 1001 پرسش و پاسخ به مسائل و مشکلات گیاهی. خلاصه ای از 50 سال تحصیل و تجربه با زبانی ساده در دادن دریایی از اطلاعات مفید از کاشت تا برداشت گیاهان مختلف، فصول چهارگانه و کارهای مهم آن، عکس‌های آموزنده از آفات و بیماری‌ها و کمبود مواد غذایی و مشکلات ناشی از شرایط جوی، نوشته دکتر مجید جهانبی، کتابی مفید برای شناخت و حل مشکل‌های باغ و باغچه شما، دانستنی‌های اصولی برای کار کمتر، برداشتی بیشتر. برای داشتن آگاهی‌های بیشتر با majid@paradisenursery.com و یا با شماره تلفن 818-999-4848 تماس بگیرید. خبرها را دنبال می‌کنیم. دولت کانادا با پذیرش 1000 پناهجوی افغان که یک سال گذشته را بعد از فرار از افغانستان در اردوگاهی در امارات متحده عربی اسکان داشتند موافقت کرده است. چندین منبع آگاه از موضوع به رویترز گفتند که کانادا این پناهجویان را که در انتظار رفتن به ایالات متحده بودند پذیرفته است و در حال بررسی مدارک هویتی کسانی است که شرایط اسکان مجدد در کانادا را دارند. این منابع به رویترز گفتند که معیارهای کانادا برای اسکان مجدد این افراد شامل اقلیت‌های مذهبی، زنان مجرد، کارمندان دولت، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران است. سفارت کانادا در ابوظبی در پاسخ به سؤالی در این باره گفته است که اولویت اتاوا حمایت از افغان‌های آسیب پذیر برای رسیدن به کانادا است. انتظار می‌رود که اسکان مجدد این گروه از ماه آینده آغاز شود. به گفته یه وکلای ایلان ماسک، شرکت توییتر به افشاگری که از مشکلات عملیاتی در پلتفرم این رسانه اجتماعی سخن به میان آورده بود، 7 میلیون دلار حق سکوت پرداخت کرده است. پرداخت این باج در جلسه رسیدگی به دعوای حقوقی میان شرکت توییتر و ایلان ماسک در پی اعلام انصراف مدیر عامل شرکت تسلا از خرید شبکه اجتماعی توییتر به مبلغ 44 میلیارد دلار مطرح شد. به گزارش بلومبرگ، یکی از وکلای ایلان ماسک در این جلسه مدعی شد که آنها برای اطمینان از سکوت آن فرد 7 میلیون دلار پرداخت کردند. در این گزارش به نقل از افراد نزدیک به ماجرا آمده که اشاره وکیل ایلان ماسک به فردی به نام پیتر زاتکو است که پیشتر مدیر امنیتی توییتر بوده اما در ماه ژانویه از این شرکت اخراج شده است. بینندگان ارجمند، در پایان بخش خبری امروز گزارش کوتاهی از بیوگرافی ملکه بریتانیا برای شما عزیزان تدارک دیدیم که ضمن خداحافظی از حضور شما عزیزان توجه شما را به تماشای این ویدیو جلب می‌کنم. ملکه الیزابت دوم رکورددار بیشترین طول عمر و دوره سلطنت در میان فرمانروایان انگلستان طی 1000 سال گذشته بوده. او به طور غیر منتظره ای زمانی که 25 سال سن داشت پس از مرگ پدرش جورج ششم در سال 1952 به سلطنت رسید. در دوران سلطنت او بریتانیا و قلمروی مشترک المنافع شاهد تغییرات اجتماعی زیادی بودند. او 5 سال پیش از عهده‌دار شدن مقام سلطنت با دوک ادینبرگ ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 4 فرزند، 8 نوه و 7 نتیجه است. با درگذشت ملکه الیزابت دوم، چارلز پسر بزرگ او پادشاه جدید بریتانیا خواهد بود. الیزابت الکساندرا مری وینزر روز 21 اپریل 1926 در محله میفر لندن به دنیا آمد. او اولین فرزند شاهزاده آلبرت، دومین پسر جورج پنجم و لیدی الیزابت بوز لایون بود.
انتظار نمی رفت او به سلطنت برسد، چون سومین فرد وارث تخت و تاج بود. پس از مرگ جورج پنجم، ادوارد هشتم شاه جدید شد. اما برای ازدواج با وال سیمپسون، زن مطلقه آمریکایی، از سلطنت کناره گیری کرد. با استعفای ادوارد هشتم، پدر الیزابت با عنوان جورج ششم پادشاه بریتانیا شد و تا سال 1952 سلطنت کرد. الیزابت در 13 سالگی فیلیپ شاهزاده یونان را برای اولین بار دید. با او نامه‌نگاری ها کرد و فیلیپ در آن زمان در جنگ جهانی دوم خدمت می کرد. الیزابت و مارگارت خواهرش بیشتر مدت جنگ را در قصر گذراندند. به آنها پیشنهاد داده شد در این مدت به کانادا بروند، اما پدر و مادرشان این پیشنهاد را رد کردند. پس از تولد 18 سالگی الیزابت، او مدتی را در ارتش سپری کرد. او 20 نوامبر 1947 با فیلیپ ازدواج کرد. شوهرش لقب دوک ادینبرگ گرفت. آنها 4 فرزند داشتند: چارلز، آن، ادوارد، اندرو. الیزابت به کنیا سفر کرده بود که خبر درگذشت پدرش را شنید و مجبور به بازگشت به کشور به عنوان ملکه جدید شد. او در دوم ژوئن 1953 به عنوان ملکه الیزابت دوم تاجگذاری کرد و بیش از 20 میلیون نفر مراسم را در تلویزیون شاهد. دنبال وکیلی کار کشته و کاربلد برای رسیدگی و دریافت حق خود از مراجع قانونی هستید؟ پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده قانونی با موفقیت 99% و دریافت بیش از 500 میلیون دلار خسارت، تضمین موفقیت شما در پرونده شماست. پیام شایانی به همراه 50 وکیل کارکشته و کادر دفتری موفق راه را برای شما برای گرفتن حقتان هموار خواهد کرده. همین امروز با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان ممکن بیشترین خسارت را دریافت کنید. دریافت بالاترین خسارت در کیس های تصادفات اتفاقی روزمره در دفاتر ماست. دفاتر ما لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818 777 7777. تصادفات.com. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. هالووین امسال با آژان